پارادوکس انتخابات نظام، مسببین وضع موجود، مدعیان آینده بهتر. آخرین روز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در وزارت کشور شاهد حضور اصلی ترین مهره های انتخابات 28 خرداد بود. کلکسیون نامزدها شامل 7 سردار سپاه، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سابق مجلس، محمود احمدی نژاد و چندین وزیر پیشین و یک وزیر فعلی. فرایند احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان حدود 2 هفته طول کشیده و در نهایت بین 7 تا 10 نفر احتمالاً تایید صلاحیت می‌شوند. جالب‌ترین احراز صلاحیت هم در مورد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه قرار است انجام شود، چرا که از 12 عضو شورای نگهبان 6 حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی مجلس منصوب می‌شوند. وجه مشترک شاخص‌ترین چهره‌ها صاحب منصب بودن دائمی در پست‌های مهم و مسئولیت مشترک در وضعیت فعلی کشور است که اتفاقاً همگی هم معترف به غیر قابل قبول بودن آن و مدعی توانایی برای بهبود وضع موجودند. علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی، وعده هنرمندی در دیپلماسی می‌دهد. باید یه روابط هوشمندانه‌ای با غرب، یه روابط قوی و سازنده‌ای با شرق و همچنین یه روابط برادرانه‌ای با همسایگان داشته باشیم و فضای دیپلماسی رو آرام کنیم برای استقرار توسعه اقتصادی در داخل کشور. و دیپلماسی کشور هنرش در این است. ابراهیم رئیسی هم دم از مستقل بودن می‌زند. حضور در عرصه هم به صورت مستقل هست. همه مشارکت کنند، حتی کسانی که به هر دلیل ناامیدن بیان در انتخابات شرکت کنند. من تأکید میکنم به همه مردم و کسانی که در جای کشورند با هر سلیقه سیاسی و هر خواسته بیان شرکت کنند در انتخابات. من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافیگری میدانم. اسحاق جهانگیری که هم برای 8 سال معاون اول رئیس جمهور بوده و هم رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید به سمت مسائل بنیادین ایران، تأمین منافع ملی و توافق و تنش‌زدایی در خارج و داخل برویم. به اقتضائات تأمین عدالت، تشکیل دولت فراگیر، فقرزدایی و افزایش شمول و کیفیت خدمات پایه همگانی به ویژه در حوزه سلامت و آموزش تن بدهیم و با شکاف درآمدی، تبعیض و فساد سازمان یافته مبارزه کنیم. صریح اللهجه ترین نامزد هم عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیما بود که حسابی از خجالت حسن روحانی درآمد و آماده زدن به سیم آخر است. که فرصت تاریخی مذاکره رو از ملت ایران دولت آقای روحانی گرفت. من روحانی نیستم و با صدای بلند این رو برای ملت ایران دائما یادآوری خواهم کرد. فرصت زندگی راهبرد زدن سیر میز. انصراف چهره هایی مانند جواد ظریف و حسن خمینی از ثبت نام گواه انسداد حداکثری و عدم امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان است. در نهایت تکلیف انتخابات نظام از سوی شورای نگهبان روشن می شود که رای دهندگان به چه کسی می توانند رای دهند. مجموع عوامل داخلی و خارجی هم حاکی از رضایت حاکمیت از مشارکت متوسط و حتی حد اقلی است. با این حال، برای گمان زنی در خصوص سطح مشارکت و نتیجه تا اعلام نهایی نامزدان حدود 10 روز باقی است. رها باوند، ایران اینترنشنال.